بنابراین وجوه سپرده گذاری شده در حساب‌های قوه قضاییه با هماهنگی بانک مرکزی و با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور بوده است. چهار دقیقه با وزیر اقتصاد. از روی ریل بودن قطار اقتصاد ایران تا پاسخ به شایعات و شبهات درباره حساب‌های منتسب به قوه قضاییه. طیب نیا که دیروز به نمایشگاه مطبوعات رفته بود، گریزی هم به بازار شایعات اقتصادی زد. از جمله شایعه ای که برخی سایت های خارجی در مورد حساب های بانکی قوه قضاییه منتشر کردند و این حساب ها را به رئیس این قوه نسبت داده بودند. اون خبری که توی سایت های مورد اشاره شما آمده، اون خبر قطعا ناصحیحه. اون چیزی که بوده اینه که از حدود 20 سال پیش با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور و با هماهنگی بانک مرکزی مبالغی با رعایت موازین شرعی و قانونی به نام قوه قضاییه در سیستم بانکی کشور سپرده گذاری شده. طبیعیه که به این سپرده ها سودی تعلق میگیره. اصل وجوه سپرده گذاری شده در بانک ها به هیچ وجه مورد استفاده قرار نگرفته و این اصل توی حساب بانکی باقی مونده. سودی که به این حساب ها تعلق میگیره صرف برخی هزینه های معین در قوه قضاییه شده. بنابراین وجوه سپرده گذاری شده در حساب های قوه قضاییه با هماهنگی بانک مرکزی و با هماهنگی خزانه داری کل کشور بوده است و مطالبی که در برخی از سایت ها بهش اشاره شده مطالب صحیحی نیست. شب بخیر و خداحافظ.